زن بلک، سلام. سلام آرمین جان، خوبی؟ خوبی؟ مرسی. صدا من میاد؟ بله بله آره، والا میخواستم بگم که در مورد این خردگرایی و تجربه گرایی و اینها، همین الان هم تو علم خردگرایی هم استفاده میشه. مثلا شما منطق رو داری و خیلی مسائل دیگه، اینا همه بحثای خود خردگراییه و حتی مباحثی توی مثلا سرچ انجین ها که استفاده میشه، مثل گوگل سرچ انجین ها، اینا یه چیزایی مثل رشنالیزم و اینا، الگوریتم های این شکلی دارن. بله. یکی این موضوع. بعد خب من اینه جواب بدم؟ بله بفرمایید. ببین، درسته که خب توی علم معلومه که خردگرایی استفاده میشه، ولی علم یک سیستمیه که نقص خرد رو میشناسه و میاد یک پروسس های درست میکنه که جلوی اشتباهات انسانی خرد ما رو بگیره. میدونم چیه؟ یعنی علم قدرت علم به خاطر همینه که ببین، چون که توی مثلا از زمان میگم که همون سقراط و افلاطون و اینا تا قبل از مثلا انقلاب علمی که شد توی عصر، یه ذره قبل از عصر روشنفکری، دقیقا بعد از رنسانس، همه چی کسایی که میخواستن مثلا بر اساس دین کار نتیجه گیری نکنن، همش تکیهشون فقط رو خرد بود. ولی خب نتیجه های خیلی بد و اشتباهی از همین تکیه روی خرد به دست اومد. ببین، ما نمیتونیم خرد رو بذاریم کنار. بالاخره ما آمار هم اگه به دست بریم، خب با این آمار که چیکار کنیم؟ اگه ما بالاخره باید نگاه کنیم، بگیریم یه نتیجه گیری هم بشه از این آمار، خب یه مقدار خرد لازم داره. ولی ببینید، علم دقیقاً برای همین یه چیز خیلی یک اسلحه خیلی قوی شد برای انسان، به خاطر اینکه خرد رو میاد برمی‌داره و میاد یک نگاه میکنه که ببینی که این خرد انسان دقیقاً چه اشتباهایی رو بیشتر از همه میکنه. خب مثلا، و میاد شناسایی میکنه این اشتباهایی که حتی یعنی مهم هم نیست که کی باشه ها، یعنی دانشمندا خودشون همه این اشتباه ها رو دارن، و میاد مثلا یک سیستمایی رو معرفی میکنه توی مطالعه. اولا اینکه چجوری آمار باید جمع آوری بشه که نقص خرد انسان باعث نشه که مثلا آمار رو یه جوری ما جمع آوری بکنیم که این نتیجه اشتباه بدیم، و بعد از اینکه آمار رو جمع آوری کردیم، علم میاد به ما نشون میده که چجوری این آمار رو پروسس بکنیم، و نتیجه گیری هم که میکنیم، علم میاد به ما نشون میده که چجوری نقصهای خرد انسان باعث نتیجه گیری اشتباه از اینا. بالاخره خرد باید استفاده بشه که نتیجه گیری بکنیم از این آمار، ولی علم میاد جلوی اکثر این اشتباهای، همش هم نمیتونه بگیره، بالاخره علم هم خودش نقصو داره، ولی میاد جلوی اکثر اشتباهای خرد انسان رو تو نتیجه گیری از این آمار میگیره. برای همین تکیه فقط به خرد کار درستی نیست. دقیقا همینطوره. منم منظورم همین بود که علم از همه این موضوعات استفاده میکنه. و البته کلمه علم به نظر من کلمه غلطیه برای ساینس، آخه ما متاسفانه کلمه دیگه ای نداریم بسش، چون در واقع این یک نوع ابزاره که ما داریم، مثلا نمونش خرد هست، آمار هست و مسائل دیگه، که باعث میشه مثلا ما به یک حالا دانشی دست پیدا بکنیم. دقیقا همینطوره که شما میگید. بخشی یه چیز دیگه داشتی میگفتی، من دسته طرف پریدم. میخواستم بگم تو برنامه های چند روز پیش بود که در مورد رای بی رای صحبت شد و بینه ها، یه سوالی شما کردی که در مورد این که آره الان مثلا خامنه‌ای اومد مثلا جوری که برخورد کرد، یا جمهوری اسلامی جوری که برخورد کرده، الان دیگه اصلا خیلی مهم نیست رای دادن ما یا ندادن ما. به نظر من میرسه. آره حالا به عنوان یه سوال مطرح شد دیگه بعد، ولی خب مثلا من نظر شخصی خود من اینه که اینها خودشون هم میدونن که رأی ندادن مردم براشون خیلی بده و دارن اینجوری ابقا میکنن، اینجوری بیان میکنن، میخوان نشون بدن که آقا حالا شما هم نیدین نه، که مثلا مردم خیلی از مثلا بخشی که نمیخواستن برن رأی بدن، یه دفعه نظرشون عوض بشه برن رأی بدن. من اینجوری فکر میکنم این یک پلیتیکیه که مثلا یه استراتژیه که جمهوری اسلامی داره که بخواد بخشی از کسایی که رأی نمیخوان بدن رو دوباره بکشن پای صندوق های رأی. من فکر میکنم
خیلی دیگه بد نیست براشون، ولی به اندازه کافی بد هست که خوبه که ما بگیم کمپین رای بی رای راه بدازیم. این نیازم چه؟ یعنی به نظر من یه ضربه کمیه، ضربه شدیدی نیست به نظر من. خب برای اینکه دیگه خب مثلا همه ببین من میگم درسته، مثلا ضربه ای به خاطر اینکه اینا میرن تو دنیا از اینکه مردم میان رای اضافه میدن، رای میدن و استفاده میکنن که بگن که نگاه کنین ما مثلا دیکتاتوری نیستیم، مردم جمهوری اسلامی رو قبول دارن و اینا. خب حالا اگه این رای تعدادش کم بشه، خب این ازشون گرفته میشه. آیا خوب هست که این ازشون گرفته میشه؟ بله معلوم خوبه، ولی و خب برای همین هم هیچ کسی نبا... به نظر من واقعا یک کسی اگه بره رای بده من دیگه موندم دیگه. شما برای چی یعنی میخوام بگم، حالا جلو خودم هم میگیرم که نگم چیزی داشتی، ولی خیلی عجیبه که به نظر من اگه کسی تو این شرایط بخواد بره رای بده. خب ولی خب منم یعنی میگم آره کمپین رای بی رای کمپین خوبیه، به مردم هم برین تبلیغ بکنین که رای ندید، ولی ضربه شدیدی نیست. برای اینکه شما نگاه کنین این همه کشورهای غیر مردمی تو دنیا وجود داره، همین اصلا عربستان سعودی رو مثال بزنیم، مگه الان چقدر یعنی ببینید تو وقتی که اگه جمهوری اسلامی فردا بیاد خب مثلا یه کاری بکنه که برای مثلا کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تو منطقه مثلا دردسر نباشه، خب ولی حقوق بشرش به همین بدی باشه که حتی بدتر هم بشه، خب من تو اون شرایط خیلی برای این کشور رو مهم نیست که مثلا حالا مردم ایران جمهوری اسلامی رو قبول دارن یا ندارن، ممکن یه ذره مهم باشه، بالاخره مثلا بایدن میاد میگه که نه ما حقوق بشر برامون خیلی مهمه، یه ذره ممکنه فشار بیارن، ولی اونقدر براشون تهدید نخواهد بود که مثلا جمهوری اسلامی، حالا مردم جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، خب ندارن برای اینا، مگه اینا مگه مثلا کشور آمریکا دولت آمریکا قرار بیاد برای مردم ایران بجنگه که اگه قرار بود اینجوری باشه، خب علیه عربستان سعودی هم بیشتر موضع میگرفتن. این نظر چه؟ آره میدونم چی میگی، ولی ضربه شاید کمی هم باشه، درست میگی، ولی به هر حال چاره ای نیست، با کار دیگه فعلا دستمون بر نمیاد. ما نمیتونیم نمیدونم اصلا بگیریم بریم مثلا تو خیابون باشون بجنگ فعلا این کارا رو اینو رو یوتیوب نگو من بعد نه آه ببخش نه منظورم اینه که یعنی مثلا خب کار دیگه ای دست مردم بر نمیاد. خب فعلا مثلا الان کارهای مدنی که میشه کرد مثلا یکیش همینه، یکیش مثلا اعتصابات و چیزای دیگه، فعلا کاری نمیشه کرد. من کاملا قبول دارم، من نگفتم که مثلا ها این ضربه کمیه، مثلا من بحثم این بود که آیا این ضربه شدیدیه یا ضربه کمیه. خب من گفتم ضربه خیلی شدیدی نیست. آره کمیه. خب من نگفتم خب پچه ضربه کمیه اصلا نه این ضربه رو بزنید. خب نه باید زد، بالاخره هر ضربه‌ای که میشه باید به جمهوری اسلامی زد. من بحثم این نبود که بیان بریم من بیان بگم بریم رای بدین، نه اصلا نه، من کمپین رای بی رای هنوزم نه نگفتم تو گفتی رای بی کاری که کرده بودی. من نظرم این بود که اینا میخوان مثلا همین افرادی هم که گفتن رای نمیدن میخوان یه جوری برای اینا هم الان مثلا همین بحث شوراها هست، خیلی ها رو به خاطر همین شوراها میخوان بکشن بگن پای صندوق رای بگن اینا اومدن مثلا برای ریاست جمهوری هم رای دادن. خب یعنی دارن از خیلی ترفندها استفاده میکنن. اینجوری هم نیست که بگی که اصلا براشون مهم نیست، چون خود خامنه‌ای هم چند روز پیش اومد بگو آقا به حرف اینا گوش ندیدیم بیاین پای صندوق‌های رای، چند روز پیش اومد داشتن گوش دادن. برایشون مهم هست ولی تهدید نیست به نظر من، یعنی تهدید برایشون خیلی خطرناک نیست. آره تهدید نیست، یه اذیت میشه. خب به نظر من واقعا چیزی که واقعا تهدید هست الان براشون بیشتر خودشونه، نمی‌نیازم چه. یعنی من فکر می‌کنم مثلا خامنه‌ای از دفتر خامنه‌ای از دفتر رئیسی الان میترسه، میرازم چه؟ این ممکنه. آره. یعنی که آره. حتی مثلا احمدی نژاد برای اینا خیلی اعصابشون رو بیشتر داره. خب تمام اپوزیسیون روی هم به اندازه یه نفر احمدی نژاد اینا رو اذیت نمی‌کنه. آره احمدی نژاد داره خیلی خوبه ولی من هیچ خاصش خوشم نمیاد. پرتوام میگم الان به خاطر این کارهایی که داره میکنه من باید یه تشکر برات بفرستم. من حدس میزنم نمیدونم شاید درست باشه نه، ولی من فکر میکنم مثلا دفتر رهبری از سپاه میترسه. خب یعنی من فکر کنم اینه که بیشتر از همه وحشت برشون داشته.
خیلی هم مثلا تو ایران به نظر میرسه که اینا همشون با همه، اینا همون چیزی نه با هم که افتاد... نیستن. نه با هم به نظر من نیستن. بگو میچودی. نه 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 بگو بگو، من میوت کردم. نه نه قبول دارم، تایید حرف تو تایید کردم. آها گفت درسته. یعنی خب مثلا همینم ببین، همون اتفاقی هم که افتاد برای خمینی هم وقتی که خامنه ای اومد، مثلا کی فکر میکرد اینا رفسنجانی رو بذارن کنار، نوه خمینی رو بذارن کنار؟ یعنی اینا فکر کسایی هم که الان تو قدرتن موندن، حالا رهبر بعدی بیاد دیگه با میاد با اینا چیکار میکنه؟ خب یعنی سپاه پاسداران کی رو سپورت میکنه، رئیسی کی رو سپورت میکنه، مشتبه کی رو سپورت میکنه؟ اینا هر شب قبل از اینکه بخوابن دارن با اینا فکر میکنن. واقعا من یعنی من فکر میکنم واقعا اینه که تو از خواب بیدارشون، از خواب ازش رو گرفته. نه اپوزیسیون، نه اسرائیل، هیچ کدوم از اینا هیچ تهدیدی براشون نیست، نه آمریکا، نه عربستان سعودی، فقط خودشون، فقط از خودشون. آره دیگه، الان حتی کسایی مثل لاریجانی و اینا هم زدن کار، که خیلی مثلا لاریجانی تو حلقه قدرت بود، یعنی همشون. ولی خب خیلی جالب بود، یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم لاریجانی رو اینا رد صلاحیت بکنن. من فکر کنم حتی سپاهی هم بین خودشون مثلا یه سری گروه های سپاهی هستن، از یه گروه های سپاهی دیگه الان یعنی نگرانن. یعنی تو خود سپاه هم کلی مثلا رقابت برای قدرت هست. آره دیروز بود، کی بود، این سید قاسمی اومده بود یه سری حرفایی زده بود، با یه سپاهی دیگه اومد علیه اون یه سری حرفایی رو زد، شنیدی؟ آره نبود اولی نشد حرف میزنن. آره آره. خب من برم سراغ دیگه، چیز دیگه داریم زن بلاک؟ نه 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 بازم بیا بلاک اگه چونست. چشم من میرم پایین گوش میدم دیگه، حالا اگه سوال داشتم شاید بیام بالا. بیا سوالات جالبه، بیا بس. خیلی